چند تا شورتکات توی فانال هست که دونستنش میتونه توی حین کار خیلی به شما کمک بکنه یکی از اونایی که من خیلی خودم ازش زیاد استفاده میکنم وی هست شما به محض اینکه وی رو بزنید میتونید یک کات رو انتخاب کنید نزدیکترین کاتی که پلی هدتون باشه یعنی پلی هدتون هر جایی باشه نزدیکترین کات رو بهش انتخاب میکنه اگر اینجا باشه اینو انتخاب میکنه اگر اینجا باشه این یکی رو انتخاب میکنه بالا و پایین شما رو به کات قبل و کات بعد میبره هم همونطور که میدونید اول و اند شما رو به آخر میبره پیج آب پیج دان اگر شما موزتون اینجا باشه میرید به ترک های بالاتر و یا پایین تر یا اینجا باشه باز به همین صورت یکی از نکات خیلی جالب این هست که اگر من مثلا پلی هدم اینجا باشه وی رو بزنم بخوام از این کلیپ کم کنم به این اضافه کنم میتونم آلت رو نگه دارم و چپ و راست رو بزنم دقت کنید که کاتتون حتما باید سلکت شده باشه تا این دستور کار بکنه من آلت رو نگه میدارم چپ و راست یا علامت بزرگتر و کوچکتر این شورت هم روی کیبوردتون همین کار رو انجام میده یا پرانتز باز و بسته این دوتا هم دقیقا همین کار رو انجام میدن نکته جالب اینه که شما شاید بخواید ریپل بکنید و بخواید این کار رو انجام بدید که این ابزار انجام میده نه رول این عملی که اینجا دیدید ما داشتیم انجام میدادیم رول بود ما از یکی کم میکردیم و یکی اضافه میکردیم و برعکس اما اگه بخواید فقط از یکی کم بکنید یا فقط به یکی اضافه بکنید چیکار میکنید از اینجا ابزار رول رو انتخاب میکنید اما ازش استفاده نیاز نیست بکنیم دوباره من وی رو میزنم همونطور که شما میبینید دیگه دو طرف کات رو انتخاب نمیکنه فقط یک طرفش رو انتخاب میکنه حالا من اگر پرانتز باز رو بزنم برای من اضافه میکنه به کلیپ بسته رو بزنم کم میکنه آلت چپ و راست جابجاش میکنه توی لاین یه مقدار تغییر کرده اتفاق نسبت به دفعه قبل و کوچکتر و بزرگتر هم رو میکنه که پرانتز باز بسته میکرد بس یه تغییر ما اینجا دیدیم که در واقع آلت چپ و راست بود که دقیقا کات پوینت ما رو جابجا جا میکنه یعنی جایی که کات هست رو عقب جلو میکنه و پرانتز بزرگتر کوچکتر مذار میخوام پرانتز باز بسته و علامت کوچکتر بزرگتر،, بزرگتر که خود کلیپ رو کوتاه و بلند میکنه نکته دیگه که اینجا وجود داره یعنی که شما اگر کلوز گپ رو بزنید توی این حفره هایی که توی تایم لاین به وجود میاد رایت right کلیک بکنید کنترل کلیک بکنید و کلوز گپ رو بزنید یا پلی هلتون رو به اون وسط بیارید و بیاد توی منوی سیکونس کلوز گپ که شورتکاتش هم کنترل جی هست این سوراخ رو بر شما میبنده یا مثلا اینجا همونطور که شما دید خفره رو میبنده یه نکته من خدمتتون بگم که اگر مثلا ما تایملاینمون به این شکل باشه الان این کلیپ در واقع حفره اینجا رو پوشونده پس کلوز گپ دیگه کار نمیکنه در واقع یه جا باید یه حفره طولی وجود داشته باشه تا کلوز گپ بتونه اون رو ببنده نکته دیگه که شاید دونستنش خیلی براتون مهم باشه و لازم باشه که بدونید اسکراپ کردن با آلت من تو شرایط عادی اگر پلی رو بزنم نیاز دارم که این کلیپ رو رندر بکنم بنا به فیلتری که بهش نسبت دادم من یه فیلتر کالر بالانس بهش نسبت دادم که تصویرم رو از این شکل تبدیل کرد به این شکل اگر من بخوام میتونم اینجا alt رو نگه دارم و اسکراب بکنم و این پلی هد رو جابجا جا بکنم و همونطور که می میبینید میتونم پریش رو ببن... ببینم یا اینکه از طریق ابزار کویک ویو ببینم که چه اتفاقی میفته همونطور که توی قسمت توضیحات ابزار کویک ویو دیدیم این یکی از توانایی های این ابزار هست شورتکات دیگه ای که توی قسمت قبل من فکر کنم توضیح دادم زمانی که شما بخواید یکی از این کلیپ ها رو جابجا کنید و بالا پایین ببرید همونطور که خدمتون گفتم زدن نگه داشتن alt و بالا کلیپ رو یک پله بالا و پایین میبره اگر چند تا کلیپ رو هم انتخاب کرده باشید برای همه اونها این اتفاق میفته حتی اگر اوورلپ کرده باشن و نظم هم نداشته باشن عنوان بعدی شیفت هست اگر شما این کلیپ رو جابجا جا کنید و شیفت رو نگه دارید دقیقا زمان بندیش تغییر نمی کنه و سر همون زمان خودش میاد و شاید آخرین عنوانی که بخوام خدمتتون بگم اینه که شما اگر میخواید از انتهای یک کلیپ کم بکنید به طور مثال من اینجا میخوام از آخر این کلیپ کم بکنم با همون تکنیکی که خدمتتون گفتم میتونید وی رو بزنید ابزار ریپل رو البته انتخاب کراشید بهتر هست وی رو میزنید و با چپ و راست کردن مزاد میخوام آلت چپ و راست میتونید کات پوینتتون رو جابجا بکنید مثلا اینجا یا اینجا خب امیدوارم که این شورتکات ها بتونه توی کارتون بهتون کمک بکنه و ازشون بتونید استفاده بکنید